شما محبوبان دل خداوند. حالتون خوبه؟ باور میکنی که محبوب خداوند هستین؟ این حقیقت انقلابی رو باور میکنی مرسان؟ هر چیزی که به غیر از این باشه هویت شما رو بخواد تعریف کنه دروغ و کذبه. در مسیح شما محبوبان دل خداوند هستی. به بغل دسته بگو سلامتی بر تو محبوب دل خداوند. آمین. شالوم خداوند بر شما باد، سلامتی بر شما باد. آمین. ارمیای نبی میگه کلام تو ای خداوند یافت شد و آن را خوردم و این کلام ابتهاش و شادی دلم، سلامتی دلم شد. آمین. که امروز بدن مبارک عیسی مسیح خداوند از این نان مخفی، از این نان مخفی آسمانی جانش پرورده شه، سیر شه تا سلامتی و ابتهاش، شادی در جانهای شما بریزه عزیزان. آمین داره یا نه؟ آمین. همه ما عزیزان در مسیح، چه در مسیح باشیم چه هنوز قلبمون رو نصب کرده باشیم به مسیح، طعم مشقت رو چشیدیم. نیست تجربه های گوناگون، گاهی شدتمون زیاد میشه، گاهی کم میشه. دیگه اصلا لازم هم نیست بپرسیم سرکله این همه دشواری ها از کجا میاد. خیلی از افراد دیگه براشون جا افتاده، خیلی راحت میگن این سرنوشتیه که از پدرمون آدم به ما رسیده. و اگه در مسیح باشی و یک کمی بالغ شده باشی، ایمان داری که تمامی تجربه ها و شدائد از سوی خدای عظیم و بر و عجیب الحکمت و پر از مهر به سوی ما میاد. سوالی که امروز مطرحه این نیست که چرا دشواری میاد. ایوب میگه انسانی که از زن آفریده شد با مشقت آفریده میشه. پس سوال این نیست، بلکه واکنش ما نسبت به این شدائد و دشواری ها چیست عزیزان؟ باورتون میشه که دنیا ما مسیحیان رو زیر نظر داره؟ مخصوصا وقتی از کوره آزمایش ها عبور میکنیم. باور من اینه عزیزان، شخصی که با خدا راه میره بیشتر از این که نگران این باشه چرا این مشکلات اومد و کی رفت میشه، اینه که چطور میتونم از این مشقت مثل یک مسیحی واقعی بیرون بیام. چطور در زمانی که باد و سیل و طوفان حوادث به خونه ایمان من برخورد میکنه، به قول متا باب 7 مثل اون خونه ای نباشه که رو شن فرو بریزه، بلکه مثل خونه ای باشه که رو سنگ مستحکم و پایدار بر جا بمونه. و شاید سوال بعدی اینه که چیکار کنم وقتی این سختی ها، این شدائد، این آزمایش ها تموم میشه، بتونم به پشت سرم نگاه کنم و عمل دست خدا رو در زندگیم ببینم و عمیق‌تر و شناختی ژرف‌تر فیض او رو، وفاداری او رو، امین بودن او رو اعلام کنم. عزیزان مطمئن هستم شمایانی که داریم میشنویم، شمایانی که مثل اون شاخه به تاک پیوند خوردیم، مثل خود من آرزوتونه که چنین میراثی در ایمان سرسپردگی از خودتون بر جا بذاره. چون همه ما میدونیم زندگی ما و عمل کردهای ما به خودمون و زندگی ما خلاصه نمیشه عزیزان، که هر جور دلمون میخواد رفتار کنیم، بلکه تأثیر واکنش هایی که در مقابل آزمایش ها میدیم و ایمانی که در اون مسیر تاریکی به کار میبریم حتی اثرش تا آیندگان رو در بر میگیره. پس برای اینکه وارد این مسیر بشیم و بیاموزیم عزیزان، بیاموزیم چجوری از این شبهای تاریک جان و بیابانها که اجتناب ناپذیر عبور کنیم، ما مثل همیشه نیاز به یک مربی داریم. درست عزیزان؟ ما نیاز به یک مربی داریم.
مربی که قبلا عبور کرده که ما بتونیم جا پای او بذاریم و مثل همیشه کلام خدا یک نمونه عالی، یک ابر شاهد عالی به ما معرفی میکنه. حاضر با هم دیگه در خیال خودمون به اقامتگاه این قهرمان ایمانمون سفر کنیم. حاضر نزدان اینجا این اقامتگاه یه دهی کوچیکه که این زن شونمی که معروف به زن شونمی اونجا زندگی میکرد. یه ده کوچیکیه که نزدیک کوه کرمل توی اسرائیل هست. وقتی که الیشا این نبی خدا در کوه کرمل یک مدرسه علوم دینی تأسیس کرده بود و انبیای خدا رو تعلیم میداد، باید هر بار به این مدرسه میرفت، چون 80 کیلومتر راه بود. وقتی میخواست بره به اون مسیر نیاز داشت که وسط راه یه جایی استراحت کنه. دقیقا تو مسیر راه یه ده کوچیکی بود به نام شونم و این زن قهرمان ایمان و سرسپرده ما در این خونه زندگی میکرد و الیشا در سر راه هر دفعه به خونه اون میرفت. و یک زن شونمی به همسرش گفت یقینا این مرد خداست، بیایی فقط از اون مهمون نوازی نکنیم، بلکه یک بالاخانه در بالاخانه خودمون یه اتاق کوچیک برای او بسازیم. و اینطور شد که تمام وسایل راحتی الیشا و جهازی خاده می شد این زن مهیا کرد. وقتی که در دوم پادشاهان باب 4 شروع می کنیم به خوندن این داستان فوق‌العاده مهیج، از همون آغاز اخلاق ستودنی این زن و مهمون نوازی بی همتای او چطور الیشا و خادمش رو تحت تاثیر قرار میده. و الیشا به خادمش در دوم پادشاهان باب 4:13 میگه برو به زن بگو زحمت بسیاری برای ما کشیده. آیا چیزی میخواد که از پادشاه یا فرمانده کل سپاه برای او بطلبیم؟ یعنی یه جور سپورتش کنیم پیش پادشاه؟ و زن در جواب میگه نه آقایم، هیچ چیزی من لازم ندارم، من در میان قوم خودم، در میان کسان خودم ساکنم و همین برام کافیه. و از وقتی توجه میکنیم در عهد عتیق کسی که فرزند نداشت، زن هیچ فرزندی نداشت، ولی صداشو در نمیاره، میگه من هیچی لازم ندارم. و بی فرزندی در عهد عتیق نشانه مجازات خدا بود. بزرگترین نفرین و لعنت الهی محسوب میشد. آرزوی هر زنی بود که حداقل یه پسر پاکولتری داشته باشه، مخصوصا پسر. یادتونه در پیدایش باب 30 وقتی که راهیل زن یعقوب نازا بود اومد یعقوب شوهرش رو گرفت، گفت ببین به من پسرمان بده وگرنه میمیرم. و یعقوب چی میگی؟ ولی من خدا هستم. اما این زن میگه من در میان قوم خودم ساکنم و این کافیه. این زن یه جور گوهر رضامندی و یک قنای درونی داشت. اینگار داشت میگفت نه که کمبودش رو احساس نکنه، بلکه راضیم به رضای خدا. و الیشا میگه پس برای این زن چه کنی؟ باید یک کاری بکنی. و خادم بغل گوش جهازی بغل گوش الیشا میگه ببین همون پسر کار کن زنی، این زن پسر نداره و شوهرش هم سال کرده است، اصلا امکان نداره اینو بچه دار بشن. و الیشا این زن رو میخوانه و درگاه در و بهش میگه سال آینده همین موقع یک پسر در آغوش خواهی داشت. و آن پسر به نفع شما طبق نبوت مرد خدا
سر سال به دنیا میاد. وقتی 12-13 سالش میشه میره سر زمین به پدرش کمک کنه. گرمای اسرائیل هم که قوقا میکرد. همجور که داشت کمک میکرد گفت آی سرم سردرد خیلی شدیدی گیره. و پدر بی توجه به وخامت حال او رو فرستاد خونه. و پسر وقتی که خونه رفت به زانوی مادر خوابید و بعد از اندک زمان مرد. از آن پسری که یادآور وعده و وفاداری خدای غیر ممکن ها بود. پسری که یادآور معجزه خدای غیر ممکن ها بود. میمیره. اگه من بودم انسان تو اون لحظه فکر میکردم از چشم خدا افتادم یا خدا داره من تنبیه میکنه یا فکر میکردم خدا منو سر کار گذاشته بود نیست؟ و با داخترین در نهایت با داخترین اشکا و شکایتها پسرم به گور میسپردم. اما این زن سه کار عجیب میکنه که از روی ایمان سرسپردگی و تسلیم بود. آیه 21 دوم پادشاهان 4:21 میگه این زن بالا رفته. کجا رفت؟ بالا خانه. پسر مرده را بر بستر مرد خدا خوابانی در را بسته و بیرون رفت خارج شد. در بالاخانه خوابانید. قدم اول. عزیزان سوالی که امروز مطرحه، امروز چه اتفاقی رو داری بهش فکر میکنی که از وقوع اون واهمه داری؟ با خودمون با خدا میتونیم صادق باشیم نیست؟ چه چیزیه؟ ترسای ما چه چیزیه؟ ترسای ما بیشتر اتفاقاتیه که هنوز رخ نداده نیست؟ چه چیزیه که از بروز اون واهمه داری؟ یا چه چیزی در زندگی تو مرده؟ آیا رابطه زن و شوهر تو مرده؟ آیا وضعیت مالی و اقتصادی خود تو مرده میپنداری؟ آیا رویایی در دلت داشتی که مرده؟ آیا ایمان تو فلج شده یا مرده؟ آیا زعم تو کلیسای تو مرده؟ که دائم میگی حضور خدا رو حس نمی‌کنم. هر چی که در زندگی تو مرده عزیز جان او رو با ایمان به بالاخانه ببر، چون در بالاخانه عجیب‌ترین اتفاقات میفته. آمین. بالاخانه سمبل میادگاه تو با خداست. اون خلوتگاه تو با خداست. اون جایی که میشینی و منتظر خدا هستی با ایمان و امید. در بالاخانه ها عزیزان اتفاقات خیلی عجیبی میفته که اثرش تا ابدیت باقی میمونه. یادتونه در یوحنا باب 13 عیسی مسیح خداوند شاگرداشو در اون بالاخانه جمع کرد و شام خداوند رو برگزار کرد، فصح خداوند رو برگزار کرد. هر لحظه که این بالاخانه رو و این مراسم این آیین مقدس رو بیاد میره، کرورها سلامتی، امید و ایمان رو به تو منتقل میکنه. آمین. در بالاخانه چه اتفاقی افتاد؟ در اعمال رسولان باب 1 وقتی که عیسی مسیح صعود کرد، شاگردان ناامید برگشتن و بالا خانه رفتن. به یک دل کلام خدا میگه در دعا مواظب بودن. در بالا خانه تجمع کردن. اونجا قوت ساطع شد و پترو جلوی 120 نفر بشارت انجیل و اعلان مرگ و قیام عیسی مسیح رو کرد. و در باب 2 شاگردان در بالاخانه جمع بودن که روح القدس قوت خدا مثل زبانه‌های آتش و وزیدن باد بر رسولان آمد. عزیزان قوت روح القدس در اون بالاخانه بود که روح مسکون رو برای عیسی مسیح شروع
دیگه چه اتفاقی افتاد؟ در اعمال باب نو زنی تابیتا نام که به معنی غزاله، که اعمال صالحه و صدقات بسیار انجام میداد. کلام خدا میگه بمرد، مرد و او رو غسل دادن و بالاخانه، در یک بالاخانه این جسد رو گذاشتن. پتروس که نزدیک یافا بود به یافا مراجعه کرد و به بالاخانه رفت و در نام عیسی مسیح تابیتا رو برخیزانید از مرگ. در اعمال باب 20 اختیتوس یکی از شاگردان پولس در بالاخانه همه جمع بودن و این پسر با شیفتگی بسیار کلام خدا رو گوش میکرد. به نظرم میاد وقتی این بابو میخونن جماعت زیادی اینجا بود و پولس شروع کرد به موعظه. از وقتی که چراغ ها روشن شد گروه تا نیمه شب، قابل توجه کسانی که دائما میگن موعظه طولانیه و حوصله‌ام سر رفت، تا نصف شب وقتی توست در درگاه پنجره نشست میگه خواب بر او وارد شد، سنگینی خواب بر او اومد. قابل توجه عزیزانی که موقعی شنیدن کلام خدا میخسبن، چرت میزنن و از پنجره بیفتاد و بمرد. عهد عتیق، ترجمه عهد عتیق اینطور میگه و پولس او رو به بالاخانه آورد و در نام عیسی مسیح خداوند او رو برخیزاند. عزیزان، در بالاخانه ها مرده ها رستاخیز میابند، گناه ها به خون عیسی مسیح خداوند طاهر میشن، در بالاخانه ها روح خداوند بر هر ضعف و ناامیدی، بر هر شکست چیره میشه. آمین. در بالاخانه ها مردان و زنان صالحه قیام از مردگان رو تجربه میکنن. و دومین قدم، زن شونمی در رو میبنده. وقتی پسر رو در بالاخانه میخوابونه در رو میبنده. وقتی باز هم در تاریخ نگاه میکنه، در گرمای اسرائیل مرده رو همون لحظه باید دفن میکردن و اینطور بود که سوگواران کسایی بودن که شغلشون بود که نوحه‌گری میکرد، باید فوری میرفتن، پول میدادن، اجیر میکردن که اونا بیان تو سر کله خودشون بزنن برای مرده. باید این زن این کارو میکرد، این قانون خدا بود. اما زن در رو میبنده چون نمیخواست، عزیزان، نمیخواست یاوه‌گویان، منفی بافان، کسایی که این معجزه رو شنیده بودن در مورد خدای معجزات منفی صحبت کنن. و خدای معجزات، خدای الیشا که این معجزه رو انجام داده، از عجور بیفته و قدم سوم بیرون رفت. و سومی کار عجیب، نه فقط در رو بست بلکه بیرون رفت. در حالی که از اصلا فقط میخواد تصور کنیم، یک کمی همزاد پنداری کنیم با داستانهای حقیقی در کتاب مقدس، میتونیم با اونا راه بریم، خودمون رو در اونا پیدا کنیم. این زن دیگه رمقی نداشت، هیچی براش باقی نمونده بود، اما به دنبال الیشا میره. الیشا کجا بود؟ الیشا کجا بود عزیزم؟ 80 کیلومتر از شونم فاصله داشت. بعضی از مفسری میگن شونم نبوده بلکه نائین بوده. یعنی اتفاق عجیب و نائین هستی که اصفهان انجام شده، من نمیدونم. فقط 80 کیلومتر این زن رو باید میرفت تا الیشا رو نزدیک کوه کرمه پیدا کنه. اصلا چطور؟ نمیدونم، تصور میکنی؟ فقط من میتونم اینو باور میکنم عزیزان، که ایمان از دیوارها عبور میکنه. ایمان سقف‌های بسته رو میشکافت، مثل اون چهار تا مردی که مرد فلج رو وارد کردن. و این زن براش مهم نبود که کجاست، فقط یه پیام داد به شوهرش، یه اولاد برام بفرست با یه خادم.
میخوام برم به سوی مرد خدا. و شوهرش گفت ولی چی میخوای بری؟ نه قاره ماه، نه عیده، نه شبته، برای چی میخوای بری؟ زن فقط در سوی گفت خیره، سلامتیه، شالومه. و بطنه یعنی همه چیز مرتبه. اصلا یه پسر مرده تو خونه ولی میگه همه چیز مرتبه. آیا داره تظاهر میکنه؟ آیا داره از همسر چیزایی رو مخفی میکنه؟ نه اصلا خیر است، خیر است، چون خداوند این فاجعه رو برای خیریت من و جلال خودش به کار خواهد برد. این ندا فریاد دل این زن بود. نمیدونم چطوری فقط اگر چه جسد دلم زایل شود، پوست و استخونم باقی بمونه، من با زندگی خودم، عمل کرد خودم، میخوام ایمانم رو به این خدای معجزات نشون بدم. با سرسپردگی خودم، تسلیم خودم، میخوام اعلام ایمان بکنم در برابر خدایی که یتیمان و بیکسان و خم شدگان از اون رحمت میابند. امروز نمیدونم چه گره کوری به افکار و دست و پای زندگی تو چسبیده. آیا در این لحظه میتونی بگی چشم امید من به سرور سلامتیه؟ همه چیز به خیر خواهد گذشت عزیزان. هرچند که در این اوضاع و شرایطی که هستم هیچ خیریتی در این مشقت، در این اوضاع و شرایطی چشم نمیخوره، اما خیر است، چون خدا امینه. هیچ ربطی به من و تو نداره، چون خدا قابل اعتماده، چون خدا عاشق احسان نمودنه، چون خدا خداییه که برای منتظران خودش رحمت و احسان فراوان داره. و بالاخره زن به مرد خدا میرسه. مرد خدا او رو از دور میبینه، فکر کنه بالای کوه وایساده، زن با اولاد داره اینجوری میره بالا، نفس نفس میزنه، حیران پریشان. بهش غلامش جهزی میگه برو بگو چه به روزت اومده؟ آیا شوهر سالمه؟ آیا پسر سالمه؟ آیا خودت سالمی؟ اصلا با ایمانی عظیم که در بطن این ایمان از اون تسلیمه، سرسپردگی، خیر است، خیر است، اینو در تمام دنیا اعلام میکنم، خیر است، چون من خدا رو میشناسم. ریشه این زن در ناشناخته قرار گرفته بود. خدایی که از نیستی ها هستی میسازه، خدایی که مردگان را برمیخیزانه. و ایزا چنین ایمانی یک دفعه به دست نمیاد. من نمیخوام این کلام واروشون آقای شما بزنم یا فکر کنی من چنین ایمانی رو ندارم. این خدا ما رو از مراحل یک شبه این ایمان به دست نمیاد. خدا ما رو به وسیله شدایه، به وسیله مشکلات به جای میرسونه عزیزان. اینو بهت بگم، اگه تو وصلی به خدا و اگه پیرو به مشکل بگیم خیر است. اشکال ندارم، خیر است. مهم نیست صدا بیاد.
اون یکی رو درست میکنم. آمین. زن پادشاه اون رو درست میکنم. به جایی میرسونه که در نهایت با ایمانی اوریان هستن. ایمانی اوریان یعنی به شرایط وابسته نیست، به دیدن وابسته نیست، هیچ چیزی جز ایمان نداره. به جایی میرسونه در نهایت که مرجعیت خداوند رو در تمامی ابعاد زندگی خودت به طور کامل بپذیر. آمین. و برای که این مسیر، این پروسه ایمان رو با هم یاد بگیریم، یه چند تا قدم میخوایم با هم برداریم. اول اینکه عزیزان شروعش اینه، باور کنیم، باور کنیم که همه این تجربه ها و سختی ها از جانب خداوند میاد. حتی اگه شیطان هم یه دومی تکون میده، با اجازه خداونده. اگه تو باور نکنی که خدا در رنج های تو، در مشقت های تو سهمی داره، چطور به سوی اون میری؟ چطور بدون ترخ شدن، بدون متهم کردن او میتونی به اون پناه ببری؟ درست عزیزان؟ اگه در مسائل تو خدا جایی نداشته باشه، با چه امیدی میتونی عبور کنی؟ پس این اولین مرحله است. دومین مرحله که عمیق‌تر تو رو میبره جلو، حقانیت خدا رو در تمامی آنچه که در زندگی تو میکنه باور داشته باشی، بپذیری. خدا با حق داره برای زندگی ما تصمیم بگیره. یادتونه داوود وقتی پسرش ابشالوم تاج و تخت رو از او گرفت و آواره کوه و غار و بیابون شد، در دوم سموئیل باب 15 آیه 26 اگر میگه اگر او گوید که از من راضی نیست که داره این بلاها رو سرم میاره، اینک حاضرم، حاضرم آنچه که در نظرش پسند میآید عمل کنم. ایوب یک شبه تمام زندگیش رو، ده تا بچه‌ش رو دست داد، خداوند داد، خداوند گرفت، نام او متبارک بود. آمین. اگر خدا فیض ببخشه عزیزان، چشمای دل ما باز شه و باور کنیم که در تمامی سختی ها رحمت و فیض خدا رو ما خیلی بیشتره از اینکه داریم سختی میکشیم. دیگه پا در نمیاد، دیگه خونه ایمان ما فرو نمیریزه. چقدر زیبا پولس در رومیان باب 8 آیه 35 و 36 میگه کیست؟ کیست که ما را محبت مسیح جدا کنه؟ کیه؟ آیا جفا؟ آیا مصیبت؟ آیا اوریانی؟ آیا زندان ها؟ حتی اگه مثل گوسفندان کشته، مثل گوسفندان ذبح شده هر روز باشیم، بیشتر از حد نصرت یافتیم، بیشتر از حد پیروزی یافتیم به وسیله اون که ما رو محبت میکنیم. یعنی بیشتر لیاقتمون از ما خوشبخت هستیم. اینو بارها و بارها من اعلام کردم در زندگیم، چون ایمان دارم او خیلی بیشتر از این که ما داریم اشتباه میکنیم و کارهایی کردیم و مستحق هستیم داره با رحم و رفتار میکنه. آمین. و سومین مرحله عزیزان که روح القدس بازم کمک کنه، تعمیر ذهن ببخشه، تا شناختی از خود عنوان یه انسان داشته باشی. آمین. انسانی که نفسش به یه لحظه وصله، انسانی که گیاهیه مثل امروز هست و فردا نیست، یک انسان گناهکار و مفلوک. نمیدونم تا حالا فقط بینیتون گرفته ببینیم چه روزی میفتیم، حالا سرطان رو نمیدونم ایدز و این چیزا رو نمیگم ها، به چه روزی افتادیم؟
مرجع زندگی تو، قانونگذار زندگی تو، پادشاه زندگی تو عیسی مسیح خداوند است. و هر زمانی اعلام میکنیم او خداوند است. نامش متبارک شد. آمین. بسنی چکنه؟ خیر است. خیر است. تسلیم خاص خدا هستم. راههایش را تصدیق میکنم. آمین. آمین گفتن به راه های خدا از ما خیلی از تسلیم صحبت میکنیم. ولی میخوام بگم یه قسمتی، تسلیم یه پدیده کاملا درونیه، نمایش بیرونی نداره و به این معنا نیست تسلیم که تو در حیطه بیرونی قدرت عمل نداره. یعنی وقتی میفتی تو گل بگی اوکی افتادم تو گل بذار بمونم تو گل، نه، اصلا معنی تسلیمی نیست. بگی شخصی انبارش آتیش گرفته بود، تمام داغ رو ندارش داشت میسو، لم داده بود، یک پیپ هم گرفته به دستش. اومدم گفتم بابا قربون شکرت، انبارت آتیش گرفته ما؟ گفت میدونم. دعا کردم خود بارون بفرسته. این تسلیم نیست عزیزم، که تو در حیطه بیرونی قدرت عمل نداشته باشی، بلکه تسلیم اینه وقتی برای اتفاقی که میفته بار منفی به اون ندی، ناامید و درمانده نشی، تلخی و خشم و احساس تقصیر به خود دیگری و به خصوص به خدا ندی. یادتونه در روت باب یک ناامی شوهرش تصمیم اشتباه گرفت، رفت کجا موآب، خودش و زندگیش و همه چیز رو به باد داد. ناامی اومد یقه خدا رو گره، خدا من رو زلیل ساخت، پر رفته بودم خالی برگشت. این معنی تسلیم نیست، حتی تسلیم و سرسپردگی از این نیست که تو رنج و احساس نکنی. زن شونمی درد میکشید، رنج میکشید، 80 کیلومتر با رنج و آه که کلام خدا قاصر از تسلیم کشیدنش. و تسلیم بودن به معنی نیست که ذهنتو از هجوم سوالها ببندی. زن شونمی میگه ببین آیا پسر یا تو خواستم؟ چرا منو فریب دادی؟ من که گفتم من در میان قوم خودم هستم، اسخاش کافیه، چرا؟ ولی سوالی نبود که خدا رو ببره زیر سوال. این سوال عیسی روی صلیب بود. الهی الهی چرا منو ترک کردی؟ چرا پسر منو گرفتی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ و در آخر تسلیم به معنی تقدیرگرایی نیست. اوکی، سرنوشتم اینه. زن شونمی در باب 4 آیه 30 میگه به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو رو ترک نخواهم کرد. تا من رو برکت ندی نمیرم. نیست؟ یعقوب یادتونه تسلیم و سرسپردگی که به خدا خودش سپرده، ول کردن این چیزا، یعنی کشتی گرفتن با خدا. عزیزان در این لحظه زندگیت به نظرت خیر میاد؟ یه لحظه فکر کن، آیا تو اون چیزی که تو داره میپیچونه با روی تسلیم و خستگی ناپذیر با استقامت نه منفعل داری به راه های خدا آمین میگی و نامش رو متبارک میخوانی؟ عزیزم و تسلیم در حول و حوش مصائب نیست، وقتی که در اون تنهایی هر روز به میادگاه خودت، بالاخانه خودت، در اون خلوتگاه خودت میری و خدا ملاقات داری، رحمتی میابی، فیضی رو حاصل میکنی که در وقت ضرورت تو رو میتونه اعانت کنه که بگی به خاطر فیض مسیح خیر است. آمین. مسیح هم عیسی مسیح گل سرسوت آفرینش، اون نقطه عطف تاریخ بشریت، تسلیم و بال صلیب یاد نگرفت، در باب جتسیمانی یاد گرفت. آمین. برای همین تونست رنج طرد شدگی رو از انسان ها، از خدا، از طبیعت
تجربه کنه و جا نذاره. در واقع عدم تسلیم به راه‌های خدا پیام‌های خیلی منفی میگه. انگار پدر نمیدونه داره چیکار میکنه. وقتی میگی اینو و رو این قسمت میمونی، تلخ میشی. این یه نوع خودمحوری انسانی رو نشون میده اصلا. گناهی که انسان رو سکاندار کشتی خودش کرد. گناهی که انسان رو سالار تقدیر خودش کرد. و حتی عدم تسلیم تو در مشکلات، یعنی فراموش کردن گفته پرفیض عیسی مسیح در یوحنا باب 13 که گفت الان کارهایی که میکنم نمیفهمی عزیز جانها، نمیفهمی، ولی بعدا خواهیم فهمید. آمین. نمیدونم میخوای مثل شونمی، زن شونمی نمونه از ایمان و سرسپردگی، مخصوصا در آزمایش ها، در تجربه های رنگ و رنگ که من میگم تجربه های گوناگون که برای هر رنگ تجربه یه رنگ فیض وجود داره. میخوای قوتی بیابی که با سلامتی عبور کنی؟ آمین. تو خیلی ضعیف بود. آمین. ادامه نخواهم داد. آمین. تا یه آمینی که با تمام قلبتونه. آمین. یک، از آن رنجهای مسیح رو به یاد بیار. در عبرانیان باب 3 آیه 12 میگه در او تفکر کن. به او تفکر کن که چه بی‌حرمتی ها و چه مصیبت ها مخالفت های با او شد تا در جانهای خودت در وقت آزمایش ضعف نکنی. دوم، فیض مسیح رو به یاد بیار عزیزان. تمام آنچه که در زمانهای شدایق احتیاج داره فیض مسیح، فیض مسیح عزیزان. و این فیض گارانتی نمی کنه ما عزیزان. این پیام چی میگم؟ در واقع ثبت نشون نمیده که حتما مرده ای تو زنده میشه. نمیدونم هر چی که داری، هر چی که میخوای الان برای آمینه. نه، این فیض گارانتی میده اصلا که بدون فرو ریختن در مسیر ایمان جلو بری. آمین. وقتی عبرانیان باب 11 رو میخونیم تا 35 تا آیه داره راجع به ایمان نو، راجع به ابراهیم، راجع به راهاب، راجع به یوشع، راجع به کسایی که سرزمین ها رو تسخیر کردن با ایمان صحبت میکنه. ولی از آیه 35 به اون بعد داره از افرادی صحبت میکنه که سنگسار شدن، با ابر دو پاره شدن و میگه افرادی بودن که جهان لایق اونا نبود و هیچ وعده‌ای رو دریافت نکردن، وعده‌ها رو از دور دیدن و به اون تحییت گفتن، چون اونا چشمشون دنبال وطن سماوی بود، شهر خدا که دو هفته پاسون موعظه کرد نیست؟ و خدا میگه آر نداشت از اینکه اونا رو بچه های خودش بدونه و برای این شهری رو مهیا کرده بود. همدردی مسیح رو به یاد بیار، زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که همدرد ضعف‌های ما نشه. او به هر چیز مصائب تجربه شد. از ما ایرانی هستیم نیست؟ وقتی اخبار رو نگاه میکنم، مشکلات ایران و ایرانی رو نگاه میکنم، عشق میریزیم، درد میکشیم. چرا؟ چون اونجا زندگی کردیم، چون اونجا خاطرات داریم و عیسی مسیح در هر چیزی در زندگی ما شراکت داشت. روی این زمین همدردی مسیح رو به یاد بیار، حضور مسیح رو به یاد بیار. از اون سکاندار کشتی های طوفان زده زندگی توه و در مؤخر کشتی تو خوابیده دنیا و حتی نزدیکترین کسا با ما نامردی میکنه، نابرادری میکنه، ولی خدا، عیسی مسیح خداوند، این برادر نخست‌زاده ما هرگز با ما نابرادرانه و ناخواهرانه رفتار نخواهد کرد. بردباری مسیح رو به یاد بیار. در یوحنا باب 13 میگه متعلقان خود رو تا به آخر محبت کرد. تو اگه ایمان رو بردی متعلق به او هستی و با محبتی ازلی و رسمون محبت رو نگه میداره تا اون دروازه رستگاری. اهداف مسیح رو به یاد بیار. چرا میذاره تو درد بکشی؟ چرا
بچگی ها نمیدونم. من یه صحنه هایی رو میدم که مادر یه بچه گنده 2 سالش شده بود که شیر بخور. بیچاره مادره دیگه ضعف میکنم. بود چی کارش کنم؟ میره بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه، میاد دوباره شیر میخوره. و سر سینه خودش رو یه تلخی میزن. بچه میدوید میامد میخورد. حالش میدونم یادتونه من یک دو تا این صحنه دارم. فکر میکنم مادر دشمنشه. خدا از ما رو از شیر میره یه زمانه نیست. دل ما رو پاک میکنه از بت‌های ما، از وابستگی‌های عاطفی ما، از توکل‌های انسانی ما، از محبت‌های انسانی که حتی از نزدیک‌ترین کس به شخص بیدیم که در گوشت دو بار میگه محبت‌های انسانی مثل شبنم صبحگاهیه که در گذره اصلا موندگار نیست. و آخر عاقبت خودتو به یاد بیار. پیام‌های پاستور شهر سماوی، آن امید زنده که در امیه باب 8:18 میگه دردهای زمان حاضر در پیشگاه جلال او در اون شهر سماوی رنگ میبازه. عزیزان من میخوام بهت بگم اون کسی که برای بردن در مسابقه 2 اومده قرار بود و در اون میدانی که پیش روشه از خیس شدن زیر بارون نباید بترسه و از مهر مسیح جدا بشه. پیروان حقیقی عیسی مسیح به قصد برنده شدن و گرفتن تاج حیات برای اون روز بزرگ در این مسیر قرار گرفتن. شلوز هاست. آمین. خوش حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان میدهد. زیرا چون از بطه آزمایش بیرون میاد، سربلند بیرون میاد، اون تاج حیات رو خواهد یافت که خدا به دوستداران خودش میده. دوستدارانی که وعده داده و ای آنهایی که خدا رو دوست دارن و به حسب رضامندی او دعوت شدن، همه چیزها از همه چیزها برای کسایی که خدا رو دوست دارن به خیریت مبدل خواهد شد. آمین؟ و حسب ختام داستان مربی ایمان ما، دوم پادشاهان باب 4:37، پس آن زن داخل شد. کجا داخل شد؟ کجا داخل شد؟ پسر رو صحیح و صالح برداشت. این دومین بار بود که پسر رو از دستای خدا، خدایی که فکرهای او برای ما فکرهای سلامتیه، فکرهای شالومه انسان، حتی اگه الان نخواهی بفهمی چون او به ابدیت فکر میکنه، برای همین میتونیم در هر شرایط غیر قابل توضیح با سر فرازی اعلام کنیم به خاطر فیض مسیح. چی هست؟ خیر هست. آمین. بیاییم با هم بیستیم. میخوایم ایمانمون رو با هم اعلام کنیم. میخوایم نه انسان کهنه بلکه اون انسان باطنی در درون تو از فریادی بزنه که به اوج آسمان بود. من این فریاد ایمان دارم، فریاد ایمانه و اجازه نمیده در هیچ شرایطی از مهر مسیح جدا بشید. به خاطر فیض مسیح بزن فیض عیسی رو بیار بیان، نه ضعفای خودتون، نه ناتوانی خودتون. به خاطر فیض مسیح خیر است. با هم بگیم به خاطر فیض مسیح خیر است. آمین. چشمان رو چند لحظه میبندیم. ای خدا من دعا میکنیم امروز برای این واژه هایی که شنیدیم، اطاعت، سرسپردگی، تسلیم، خدا من این کلمه، این واژه هایی که در دنیا بار منفی داره و دنیا این واژه ها رو خار میشماره، اما ای خدای عالی و پرفیض ما، این واژه ها عاشقانه ترین واجه هاش نزد تو، چون خصیصه زیبای پسر یگانه و بیمثال تو درونه. برای همین ما را تجربه ها عبور میدیم تا این خصیصه زیبا و عالی رو تسلیم، سرسپردگی، ایمان به راه های تو، به راه های تو که گاهی تاریکه. خدا من میگه اون کسی که در تاریکی ساکنه و هیچ نوری نمیبینه، خدا من میگه به خدای خودش اعتماد
چراغی روشن نکنه، کاری انسانی نکنه، بلکه به خدای خودش اعتماد و توکل کنه. خداوند میگه در این تاریکی با روح تسلیم بمون، تا در همین تاریکی چشمای تو بتونه نور منو، شفای منو، شادی منو، امید منو، ایمان منو ببینه و تجربه کنه. خداوند ما میخوام خانواده ها مونو نزد تو بلند کنیم، خانواده ها، زوجهایی که شاید دارن آسیب میبینن به خاطر تجربه ها، خداوند افرادی که در اوضاع و شرایط پناهندگی هستن، خداوند تاریک روبروشون، آیندهشون و گذشته رو وقتی نگاه میکنن نمیتونن برگردن، خداوند این افراد روشونه های ایمانمون بذاره. خداوند برای افرادی که مشکل سلامتی دارن، در تجربه بیماری هستن، شرایط اقامت پیچیده‌ای برشون به وجود اومده، برای افرادی که رویاهاشون مرده، برای کسایی که نه تنها مرده، از مهر مسیح